Presidente, ci sono solo caso che sono così mi chiamo Artokaev, che Russia come sentiabri solo 2022, dar parlamento, paiomas bamardumro eroia mi cart, e l'on cart che, alla cai tiramo i soli giuri dar in kishvari az lihozi masuat va, zahira hoi, madan huash buzurtarini osio i markazi, intikobote gairi navbati presidenti doir kardameshevat, Tokaev guf che, unom zadiashro, به مقام پریزیدنتی پیش بری خواهد کرد. برای تطبیق با موفقیت اصلاحات فراگیر برای بنیاد قزاقستان عادل و شکوفا مندات باوری خلق لازم است. برای من منفعت های دولت از همه بالاست. از این رو من تیارم که زمان صلاحیت خود را کاهش داده به انتخابات غیر نوبتی بروم، گفت در پیامش پریزیدنت کنونی قزاقستان توقایف. توقایف سال 2019 به جای نظربایف پریزیدنت شد و دوره کنونی 5 ساله ریاستش سال 2024 به پایان می رود. یک نفر طبق قانون اساسی قزاقستان تنها به دو دوره پریزیدنتی حق دارد، اما توقایف تفسیر داد که دوره پریزیدنتی را 7 ساله کند، ولی به یک نفر حق از یک بار زیاد پیشبری کردن نامزدیش را ندهند. این نوآوری کنستیتوسیونی که من پیشنهاد می کنم خطر مانیپول کردن قدرت را کم می کند، گفت توقایف. ولی منتقدان می گویند با دو دوره 5 ساله پریزیدنتی محدود بودن حق یک نفر در گذشته مانع نشد که پریزیدنت قبلی نورسلطان نظربایف با استفاده از هر نوع حیله‌های حقوقی و بازی با قانون اساسی 30 سال در قدرت بماند. قاسم ژمارت توقایف در پیامش همچنین وعده داد که اشتراکچیان اعتراض‌های خونین ماه ینوار سال جاری را عفو خواهد کرد، ولی او تشریح کرد که سخن درباره آن اعتراضگران عادی می‌رود که دست به یگان جنایت سنگین نزدند. ماه ینوار سال 2022 در جریان سرکوب بزرگترین اعتراضها در تاریخ نوین قزاقستان بیش از 200 نفر کشته و بیش از 10,000 نفر دستگیر شدند. توقایف سال 2019 به جای نظربایف به کرسی پریزیدنتی رسید و تا اعتراضهای اول سال جاری نقش یک پریزیدنت نمایشی را اجرا میکرد. ماه ایون سال جاری توقایف توسط رای پرسی از متن قانون اساسی تمام اشاره ها به نظربایف را برداشته، او را از جمله از حق دیگر بوره پیشبری کردن نامزدیش به پریزیدنت و به این ترتیب از امکان بازگشت برابری دولت محروم کرد. توقایف همون وقت گفت توسط این اصلاحات یگان قصد تمدید زمان ریاست خود را ندارد. قزاقستان نزدیک 20 میلیون اهالی داشته، با 2.7 میلیون کیلومتر مربع مساحتش از نگاه مساحت در دنیا در جای نهم و در آسیای مرکزی کشور اعظم بزرگ مساحت به شمار می رود. قزاقستان همچنین صاحب ذخیره های اعظم بزرگ معدنی های طبیعی از جمله نفت و گاز در منطقه بوده، قدرت اقتصادی رقم یک در آسیای مرکزی شمرده می شود.